در عراق خیابان‌ها در بغداد و شهرهای شیعه نشین در بصره، کربلا و نجف کماکان صحنه تظاهرات انبوه معترضان است که دولت و نخبگان حاکم را مسئول نابسامانی و فقر گسترده در این کشور نفخیز می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سامان پژوهان اعتراضها که از دو ماه پیش با انتقاد از فساد حاکم، بیکاری گسترده و کمبود خدمات از جمله آب و برق آغاز شد، اکنون تمامی نظام سیاسی حاکم بر عراق را هدف گرفته است. در اغلب شعارها که رفته رفته تندتر می شود، مردم خواستار فروپاشی رژیم حاکم و روی کار آمدن دولتی شامل تکنوکرات ها هستند که بتوانند با استفاده از تخصص و کارشناسی خود مشکلات را از پیش پای بردارند. علاوه بر بغداد، شهرهای شیعه نشین بسره، ناصریه، دیوانیه، هله و نیز صحنه اعتراضهای گسترده مردم بوده است. بسره میدان های بزرگ و غنی نفتی عراق را در خود جای داده است اما مردم این استان سیاست های دولت در بودجه بندی و اختصاص دادن پول نفت برای خدمات شهری، مدرسه ها، ساخت ها و ایجاد کار برای انبوه بیکاران عمدتا جوان را به شدت زیر سوال برده و فساد حکومتی و مداخله خارجی را از عوامل عمده بحران اقتصادی جاری می دانند. مترزان دیوان سالاری و بزرگ شدن بیش از اندازه بخش عمومی و دولتی را علت عمده کمبود بودجه برای خدمات مدنی و شهری قلمداد می کنند. در تلویزیون عراق صحنههایی از تظاهرات به نمایش گذاشته می شود که مترزان با پرتاب بمب های آتش ها، ساختمان های دولتی در مرکز بغداد را با آتش می کشند و به ماموران امنیتی سنگ پرتاب می کنند. سامان پژوهان صدای آمریکا